и является святыней. Мы знаем, что в других... بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستان عزیز با چینل یوتیوب اسلام تاک افغانستان خوش آمدید. با امید صحتمندی و سلامتی هر یک شما، امید که روزهای خجسته عید قربان و یا عید الاضحا را به خوبی و خوشی با فامیل های محترم و دوستان خود سپری کرده باشین و طاعات عبادات و قربانی های شما مقبول و قبول درگاه حق گردیده باشه. باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم با یک ویدیو دیگری. متاسفانه که این ویدیو در مورد بی احترامی به قرآن پاک ما هست. پس بیاین که با هم ببینیم که در این روزهای مبارک به قرآن مقدس ما چی بی احترامی صورت گرفته. اما در نخست، اگر شما تا حال چینل یوتیوب را سابسکرایب نکردین، لطفاً سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را هم فشار بدین و شما میتونین که با شریک ساختن ویدیوهای ما در فیسبوک های خود در صدقه جاریه با ما یک جا شریک شوید. قراره که شما آگاه هستین و یا شما شاید اطلاع نداشته باشین که در روز نخست عید قربان یک مرد 36 ساله به نام سلوانکا در سویدن در مقابل یک مسجد بزرگ قرآن به آتش کشید و صفحات قرآن مبارک را به زیر پا کرده و این گونه به قرآن پاک بی احترامی کرد و حکومت و پلیس سویدن هم امنیتی شخص گرفته تا کسی به این شخص ضرر نرسد. این شخص در یک ویدیویی که ظاهراً به لسان عربی صحبت میکند مردم پیام داشته که بیاییم با هم بشنویم چی گفته. شام بخیر به همه کسایی که مرا فالو میکنند. میخواییم که شما را با یک خبر متعجب بسازم. ما در تاریخ 27 جون روز اول عید مظاهره میکنم و این مظاهره ما در مقابل مسجد بزرگ در استاکهلم خواهد بود و ما در اینجا قرآن با آتش میزنم. ما شما را با کارهای دیگری هم متعجب خواهم ساخت. پلانهای دیگری هست که در روزهای بعدی به شما خواهم. دوستانی که در استاکهلم وجود دارند میتونن در این مظاهره با ما یک جا شوند. در این مظاهره به شکل مالی و یا جانی و یا هر قسمی که خواسته باشین شما مرا کمک کرده میتونید. معلومات ما در فوق ذکر شده. دوستتان دارم. بله دوستان عزیز، این پیام این شخص بود که به لسان عربی گفته بود و به نشر رسید و بعدا این شخص در روز نخست عید در مقابل مسجد بزرگ در استاکهلم به قرآن پاک بی احترامی کرد. در این اواخر این گونه بی احترامی ها در کشور سویدن علیه دین اسلام و مقدسات ما عکس العمل های مختلف در سراسر جهان در قبال کشورهای زیاد اسلامی به این اعمال عکس العمل نشان دادند که از جمله مصر، عربستان سعودی، مراکش، ترکیه و رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوغان در یک پیام در تویتر خود نوشته. وقتی خواهد رسید که به کشورهای غربی ایرا بیاموزانیم که به احترامی به اسلام و مسلمانان آزادی بیان نیست. و همچنان رئیس جمهور روسیه در مورد به احترامی به قرآن و اسلام این چنین نظر خود را بیان کرد. Должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Ин китаб мукадасас. Коран як чизе рухани бар мусалмана хас. Ва и баяд бар тамам ашхас дигар хам рухани баш. Коран як китаб мукадасас. Ама мы меданем ки дар кишварҳои дигаре ба гуне дигаре рафтор мешаванд. Уна ба ислам ва мукадасат мардум эҳтиром намегзоранд. Ва уна меган ки и як журм нест. Ама дар кишвар мо и журм аст. و به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که در مقابل مقدسات دیگران به احترامی کنند. حال سخنان دکتر زاکر نایک میشنویم که یک شخصی از دکتر زاکر نایک در مورد قرآن چنین سوال کرد و ببینیم دکتر زاکر نایک چی جواب داده. بله، نام من انکل فرنیس است. من انجینیر هستم. قسمی که من میبینم شما حرف میزنین و هر کلام خود از نظر علمی ثابت میسازین، یعنی هر آن چیزی که میگین او را از نظر علمی هم ثابت میسازین. من میخوام این سوال از شما کنم که وقتی شما میگین که 4 کتاب یا اگر تنها می قرآن بگوین، شما میگین که الله این قرآن نوشته کرده، پس این به این معنی است که الله با دست خود قرآن نوشته کرده. در این صورت دو حالت وجود داره. اول
حالی که یا الله مثل رجنیش یوسف به زمین آمده و ای قرآن در زمین نوشته کرده و یا ای که ای قرآن در آسمان نوشته شده و به شکل کتاب از آسمان نازل شده. آیا شما گفته میتونین که از این دو حالت کدام یکیش درست است؟ برادر ما سوال بسیار خوبی کردن که این کتاب خداوند است و این را خداوند نوشته کرده و نویسندهش خداوند است. اگر خداوند این را نوشته کرده، آیا خداوند به دنیا آمده این را نوشته کرده و یا نوشته کرده و به دنیا فرستاده؟ سوال شما بالکل بجا است برادر، چرا که شما درباره اسلام علم کامل نداره. وقتی که ما میگیم این کتاب الله است، کتاب در عربی دو معنی دارد. یکی معنی کتاب که به انگلیسی بوک میگیم و دوم وای هست. کلمه کتاب دو معنا داره، یکی کتاب یکی وای ها. وقتی که میگیم کتاب به شکل وای ها جمع شده و کتاب جور شده. وقتی ما میگیم به چهار کتاب یقین داریم، تورات، زبور، جیل، قرآن. و تورات کتابی است که الله تعالی و موسی علیه السلام نازل کرده و توسط وای ها به او نازل کرده. الله سبحانه تعالی و پیغمبرای خود توسط وحی کتاب نازل کرده و خودش ضرورت نداره که به زمین بیایه و کتاب نوشته کنه. خداوند چی میکنه؟ خداوند در بین انسانها یک نفر انتخاب میکنه و امرای او به شکل بسیار بالا ارتباطات قائم میکنه. طور مثال ما به خاطر گپ زدن ضرورت ندارم به امریکا برم، گپ خود و پیام خود توسط تلفن میرسونم و مقصد ما این نیست که الله سبحانه تعالی توسط تلفن قرآن نازل کرده. اشتباه فکر نکنی، تلفن خود در این وقت آمده. ارتباطات خداوند از تلفن کرده بسیار بالاست و وقتی که ما توسط تلفن پیغام خود به امریکا روان کرده میتونیم، پس خداوند چی ضرورت داره به زمین بیایه و پیغام خود برسونه؟ وقتی که ما بخوایم پیغام خود به امریکا برسونم، پس ضرورت نیست که ما خودم به امریکا برم. توسط تلفن، توسط ایمیل، توسط فاکس میتونم که ما پیغام خود روان کنم. پس الله سبحانه تعالی از انسان کرده چندین مرتبه. مرتبه هم گفته نمیتونیم، درست نیست. مقام الله تعالی یک مقام خاصی است. الله سبحانه تعالی توسط وحی که یک وسیله ارتباط بسیار قوی است، پیغام خود به پیغمبرای خود رسانده. به طور مثال قرآن ببینین که به شکل کتاب است، اما الله سبحانه تعالی توسط وحی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام فرستاده و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام دوباره خوانده. چون حضرت محمد صلی الله علیه و علی و سلام نوشتن بلد نبود، با اصحاب خود میگفت که هر وایی که برش میامد با اصحاب خود میگفت و اونا نوشته میکردن و میگفت دوباره بخوان و دوباره میخوندن و محمد صلی الله علیه و علی و سلام تایید میکرد و به همین شکل در طی 22 نیم سال قرآن کریم تکمیل گرد. و این قسم نبوده که به شکل یک جایی نازل شده باشه، این به شکل سوال و جواب نازل شده. از محمد صلی الله علیه و علی و سلام مردم سوال میپرسیدن و بعدا وحی میامد. طور مثال در سوره بقره سوره دوم آیه 219، وقتی مردم درباره شراب پرسیدن و وای آمد که مردم در باره شراب پرسیدن، برشان بگو که شراب هم ضرر داره و هم مفاد و از ضررش بیشتر است از مفادش کرده. و به همین شکل در ظرف 22 نیم سال آهسته آهسته قرآن کریم نازل شد و هر آیه که نازل می شد رسول الله مبارک به اصحاب خود می گفتند که نوشتک و اصحاب نوشته می کردند و دوباره می خواندند و به می شکل در ظرف 22 نیم سال قرآن کریم تکمیل شد. به زبان عربی میگن که این کلام الله است. کلام یعنی گفتار. پس وقتی که کتاب میگیم به معنای وحی است که به شکل وحی آمده، اما این به این معنا نیست که خدا خودش نوشته کرده باشه. الله سبحانه تعالی مؤلف قرآن است. مؤلف به معنای که الله سبحانه تعالی این حرف گفته و از جانب ایشان گفته شده، اما این به این معنا نیست که ایشان خودشان به قلم خود این نوشته کرده باشه. ایشان این قرآن توسط وحی به پیغمبر خود فرستاد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به شکل کتاب او را نوشته کرد. امید که سوال شما را جواب داده باشم.